سلام، سال نو مبارک. انشالله که سال خیلی خوبی داشته باشیم. سلام، من احسان رضایی هستم، از رضایی های محلات. خب یه داستانی داری کلن خودت که به داستان علاقمندی، ولی خودت هم داستان داری. میخوام یکم برگردیم. داستان داریم. بله، نه آخه داستان تو یکم بالاخره جالبتر هم هست. بالاخره وارد پزشکی شدی، بعد یه کار دیگه ای کردی. میخوام یکم در موردش توضیح بدی. من یادم یه وقتی استاد مرحوم دکتر ملک نیا رفته بودیم پیشش و بعد گفت مثلا فلانی هم با شما هم دوره است. گفتم آره استاد با ماه و خیلی خیلی آدم خاصیه فلان اینا. بعد استاد به من یه چیزی گفت، من هنوز یادمه. بذار من کسایی که استاد ملک نیا رو و ما رو نمیشناسن اینو یه توضیح بدم. استاد ملک نیا که بنیانگذار علم بیوشیمی در ایران هستش و ما این شانس رو داشتیم که با ایشون واحد گذروندیم، درس خوندیم و بعد فراتر از اون درس کوریکولوم آموزشیمون رفتیم اتاقشون، ساعت‌های زیادی از محضرشون استفاده کردیم، یاد گرفتیم، نکات غیر درسی و مربوط به زندگی رو ازشون یاد گرفتیم. البته حالا بعضی بیشتر یاد گرفتن، بعضی مثلا شاگرد تنبلی بودن کمتر. ما مهر 73 با ایشون کلاس داشتیم و الان که داریم صحبت میکنیم اسفند 99 و من هنوز فکر میکنم که استاد منند با این که در گذشتن، ولی هنوز من گاهی به حرفایشون فکر میکنم و یاد میگیرم از اون حرفا. یه لحظه کات کنیم ببخشید، ما الان اسفند 99 نیستیم، ما الان فروردین 4 قبل عید پخش میشه. نه بعد عید. یه تیکه بگو مهر 73 بود و الان فروردین 2004. آره یه تیکه دوباره بریم. 3 ریکورد. نه میتونی ادامه بدیم. نه باید کار کنیم. تو وقت داریم. نیما ترک برداشته. 3 2 1. ما مهر 73 در کلاس استاد ملک نیا حاضر شدیم و الان که برای نوروز 1400 داریم با هم صحبت میکنیم. من چقدر زمانی گذشت. من هنوز من که استاد در گذشتن، من هنوز خودم رو شاگرد ایشون میدونم. به خاطرهاشون، به حرفهاشون گاهی فکر میکنم و یهو یه چیز جدید میفهمم و از بزرگترین شانس‌های زندگیم بوده که استاد ملک نیا و تعداد زیادی دیگری از استادان بسیار بسیار خوب دانشگاه علوم پزشکی تهران رو محضرشون رو درک کردم و دیدم.
دکتر ملکی من رفتم گفتم که آره فلانی هم همدوره ماست، خیلی هم آدم خاصیه. و دکتر من گفت کدوم تو آدم خاصی نیستید. من موافقم، مثلا ماها که پزشکی تهران قبول شدیم آدم های خاصی هستیم، خب خیلی هم اینطوری چیز بودیم، سینه رو میدادیم جلو و گردن افراشته و اینا. و الان فهمیدم که نه، از اون چیزی که بعدها فهمیدم دیدم که نه، تک تک آدم ها خاصن. من داستانی دارم و همه آدم ها داستانی دارم و شگفت انگیز ترینش اینه که همه این داستان ها زیباست، جذابه. شاید همشون فرصت تعریف شدن یا تعریف شدن توسط یک قصه گوی خوب رو پیدا نمی کنن. و یعنی باید هر کنون از داستان ها بشینیم و بشنویم با هم قاطی شد، حیرت انگیزن، همه حیرت. علتش این نبود که استاد ملک نیا خودش هم با داستان شروع میکرد و میگفت مثلا وقتی که میومد پای تخت سیاه مینوشت شهبازی ملک نیا، یعنی خودش در واقع با داستانهای مختلف بیوشیمی رو درس میداد. آره، استاد با یه پسرخاله خیالی داشت به اسم سیروز و درس استاد یک ماجراهایی بود که بین ناصر، خود دکتر ملک نیا، استاد ناصر ملک نیا بودن و سیروس میگذاشت. سیروس برخلاف استاد درس نخونده بود، دانشگاه ندیده بود، ورزشکار بود، بر بازوی خیلی پولادینی داشت و به خصوص خیلی موه انبوهی داشت، زلف خیلی خوشگلی داشت و برخلاف استاد ملک نیا که موی نداشت. آره، و فرش فروش بود یادمه. برخلاف استاد ملک نیا که مثل من و بلکه بیشتر از من کم مو بود سرشون، شکمی داشتن، خنده رو بودن و دوست داشتنی و دوست داشتنی. کل ماجراهای مثلا متابولیسم میخواستم بگم، اون چرخی کرپس رو میخواستم بگم، اون موقع ناصر سیروس رفته بود قله کوهی و به نفس افتاده بود. اون موقعی که مثلا داشتن هورمون ها رو میگفتن، سیروس رفته بود خواستگاری. اون موقعی که درباره LDL HDL داشتن حرف میزدن، سیروس داشتش برگه آزمایشش رو به پدرزن آیندهش نشون میداد که بفرما من کلسترول هم ندارم، و پدرزنش میگفت که HDL چنده، فقط کلسترول نداری قبول نیست. آره، تمام درسشون داستان بود و داستان خلاقه بود آنی ما، خیلی حیرت انگیز بود. یعنی بعد یکی از چیزهای عجیبی که بود این بود که ما ترم یک سر یک کلاسی رفتیم که کارگاه نویسندگی خلاق بود و بعد من فکر میکردم 7.5 سال همینه. نبود، 7.5 سال دیگه نبودی. این یکی از شکایتهایی بود که من همیشه در طول دوره تحصیل داشتم. من بعدها بعضی از استادا که تعدادشون خیلی کم بود، کلاسای کسل کننده ای داشتن، مثلا نمراتم خیلی تو اون درس پایین بود و نمیرفتم اون کلاسا رو. یه دلیلش این بود که ما رو با یک شروع فوق العاده مهمان کرد دانشگاه و کلاس دکتر ملک نیا رو رفتیم، حیرت انگیز بود. مزاحم هست. آره دوچار قوم نشدیم. بعد چی شد که به سمت اصلا ادبیات رفتی؟ اینقدر شاید ادبیات و داستان نویسی، داستان خوانی برات اولویت یک شد در حرفت. نمیدونم حقیقتش. نمیدونم. سعدی علیه الرحمه میگه که در جهان بنای ظلم اندکی بوده است، هر که آمد بر مزید آن افزود تا به دید غایت رسید. منم همینجوری بود، اولش خیلی نبود مثلا، ولی یادم در خود دوره دانشجویی خیلی پررنگ شد. من خیلی کتاب میخوندم، داستان میخوندم. یه دوست خیلی خوبی هم دارم که شما میشناسیدش، دکتر یاسر مالی، خیلی کتاب خون بود، خیلی کتاب خون. الان گاهی از من میپرسن ما چیکار کنیم کتاب خون بشیم، میگم یه دوست کتاب خون پیدا کنیم. ما اینجوری بود، با هم میرفتیم مثلا کتاب خونه و مثلا اون موقع بامزه است، بچه‌ها شاید هیچ تصوری از این که میگم نداشته باشن، چیزی به اسم گوگل نبود، اینترنت نبود. اینترنت ترم دوم 74-75 وارد ایران شد. اولا در دانشگاه شریف اومد، بعد اومد دانشگاه تهران. یادم یه وقتی چیز زده بودن، آگهی زده بودن به دیوارها که برای ثبت نام ایمیل
به کتابخانه دانشکده پزشکی مراجعه کنیم. و ما رفتیم یه آقای نشسته بود اونجا و اون واسه ما ثبت نام کرد، یعنی گفت بیا این آیدی تو، اینم یوزرته، برو این ایمیلت مثلا. و ما همه چیزایی که می‌رفتیم می‌گشتیم اون برگ دونهای کتابخونه بود. من یه جایی شنیدم هایکو و نمی‌دونستم هایکو یعنی چی یا هر لغت دیگه ای، فرق نمی‌کنه. می‌رفتیم و این برگ دونها مثلا هایکو رو مثلا دو چشم رو می‌کشیدیم، هایکو هایکو نداره. و نکنه اشتباه تایپی باشه، مثلا هایکو با هی جیم می‌کشیدیم بیرون، نداره. درباره هایکو مثلا همجوری میگشتم. البته هایکو یه کتاب خوب بود که شاملو و پاشایی ترجمه کرده بودن و یادم اینو گرفتیم، یه کتاب بود و دو نفر بودیم. یاسر مالی به من گفتش که الان پزشک متخصص اطفال، خیلی هم موفق در کارش، آرزوی سلامتی براش دارم و موفقیت بیشتر. ما هم کتاب هم نوشتیم، خیلی هم درجه یک دوست داشتنی. گفت خب تو اینو بده به من، کتاب قطوری هم هستش، کتاب نازوکی نیست. گفت من فردا صبح براتون میارم. و فردا صبح اوورد واقعا و خونده بود. و این باعث شد که منم مثلا با اون مقایسه میکردم خودم و میخوندم زیاد خوندم. یعنی من یادم بهترین دوره کتاب خوندن دوره دانشجویی بود. و خب بالاخره کم کم بعد از دوره درسم که رفتم اول نشریات علمی، از نشریات علمی مثلا به نشریات عمومی هم مطلب میدادم، بعد کم کم مثلا سهم نشریات عمومی بیشتر شد، نشریات تخصصی کمتر، کامل نشریات عمومی، تو نشریات عمومی هم مثلا دیگه سرویس ادبیات، و کم کم این مثلا کاراکتر رو مثلا پررنگ‌تر کردم تو زندگیم. اینجوری نیست که بگم مثلا اگه برگردم به 20 سالگی مثلا میرم دنبال ادبیات، نه حتما اون دفعه اون موقع میرم دوباره پزشکی میکنم. چه کارهای دیگه میکنی؟ برگردیم به همون، میشه تقریبا 25-6 سال قبل، اگر بخوایم برگردیم اون موقع چه کاری رو میکردی که نکردی؟ با آدم ها بیشتر هم بعضی از آدم ها رو در این 25-6 سال از دست دادن، بعضی ها رو فرصت از حرف زدن رو هم از دست دادن. با آدم ها بیشتر حرف زدن و بهشون میگفتن که چقدر برام عزیزن، چقدر برام محترم، چقدر دوستشون دارم. چه کاری رو نمی کردی؟ دل هر کی رو شکوندم نمیشه. خیلی شکوندی؟ فکر نمی کنم خیلی باشه، ولی شاید من ندونم. یکی از چیزهای عجیب روابط انسانی اینه که دو طرف لزوماً یه چیزی برداشت نمی کنن. من یه حرفی می زنم با یه نیتی و از همون کلمات، عین همون کلمات، طرف مقابلم ممکنه چیز دیگری بشنوه. من نمیدونم که خیلی شکوندم، کم شکوندم، اصلا نشکوندم. ولی اگه فرصتی داشتم، مهمترین کاری که میکردم همین، آدمایی که دلشون رو ناخواسته شکوندم حتما ازشون دلجویی میکردم یا اون کار اشتباه رو نمیکردم. خیلی خیلی تأسف برانگیزه کسی رو ناراحت. هیچ چیزی در این جهان ارزشش رو نداره که دیگری رو برنجونی. حداقل تو نقطه ای که من وایسادم هیچ ارزش، شاید 10 سال دیگه بگم یه چیزایی ارزشش رو داره، در این نقطه فکر نمی کنم هیچ چیزی ارزش داشته باشه. لحظه های خوبی که میشه با هم دیگر تجربه کرد رو تبدیل بکنیم مثلا به دلخوری، به خیلی پروانه ایزن میشه. آقا بیا یکم چیزای دیگه بگی. کلاً حالت با خودت خوبه؟ با خودت در صلحی؟ اصلا آدم خوشحالی هستی؟ یه چیزی داره جامعی که میگفت که به یه گفتش کسی برد به یعقوب پیامبر گفتش که آقا تو
یه وقتی گفت من بوی یوسف رو از مصر میشنوم و بعد اون وقت تو چاه و بغل خونتون افتاده بود، اون موقع بوشو نمیشنیدی؟ و گفت به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و گاهی هم نهان است. ما هممون حالهای متفاوت و متغیر رو مدام داریم تجربه میکنیم. یه روز خیلی خیلی خوبیم، یه روز خیلی غمگینیم. من در امسال، سالی که این استرس بیماری و لطمه دیدن دوستان، عزیزان و خانواده بود، خیلی من تحت فشار بودم از لحاظ روحی. ولی خب نه، آره کلن با خودم آشتیه. خیلی زیاد پیش میاد که از ته دل بخندی؟ مثلا یادت میاد آخرین باری که از ته دل شاد بودی و خندیدی کی بودش و برای چی بود؟ آره، مادر بزرگم دیدم که خندید، من خیلی شاد شدم. و کی بود؟ هفته پیش. خیلی مادر بزرگم بهترین خنده های دنیا رو داره، خیلی خیلی خنده های فوق العاده داره، حالا یکی از بهترین، بذار مطلق نگیم، خیلی مثل خودش میخنده، مثل هیچ کی دیگه نمیخنده. یه چیزی برای من خیلی جالبه این تماشا کردن آدم هست، فلانی چجوری میخنده، از چی ناراحت میشه، چرا ناراحت میشه، چرا خوشحال میشه، و خیلی شگفت انگیز، خیلی شگفت انگیز، خیلی خیلی. تو سال 1400، این یه سالی که در واقع تا سال 1401 تا نوروزش فاصله داریم، فکر میکنی چه داستانی برات پیش بیاد خوبه؟ چه کار نکرده ای داری که اگر اون کار و اون داستان رو برای خودت خلق بکنی تو نوروز سال آینده میگی من حس خوبی دارم از خودم؟ من یه تعداد کار ناتموم دارم، امیدوارم یه تعداد بعضی هاشو بتونم در سال جاری به پایان برسونم. تحقیق های نصفه دارم، داستان های نصفه دارم. تو داستان حسنک وزیر بهش میگفت در همه کار ناتمامی، یکم این حس رو الان دارم، دوست دارم که یه کارهایی رو تمام کنم، خیلی برام مهمه امسال این کار رو کنم. قرن 15 رو چجوری میبینی؟ فکر میکنی که تا سال 1420 دنیا چه شکلی خواهد بود؟ اصلا ما 25 سال پیش، همون که در واقع توضیح در مورد اینترنت و اینا دادیم، هیچ وقت فکر نمیکردیم سال 1400 این شکلی باشیم. اگر با توجه به تجربه‌ای که از گذشته کسب کردیم بخوایم آینده رو پیش بینی کنیم، فکر می‌کنی 1420 چه شکلیه؟ والا تجربه‌ای که از گذشته کسب کردیم بهمون میگه که آینده رو پیش بینی نکن. تجربه میگه که تو نمیتونی پیش بینی بکنی. ولی خب یه سری آدم آینده پژوه هستن که اینا حرف زدن در مورد آینده و تصویرهایی دادن. بعضی از این تصویرها به حقیقت پیوسته. از جمله اینا یکی به اسم آقای ری کورزوویل هستش. جزو پیامبران از جمله اینها یکی آقای ری کورزوویل هست، جزو آینده پژوهان و افراد مؤثر در تکنولوژی هوش مصنوعی. اون آدم میگه که در 2045 دقیقا 25 سال آینده هوش مصنوعی از هوش بشری جلو میزنه و بهش میگه تکینگی، این لغتیه که به فارسی ترجمه کردن تکینگی، میگه عصر وارد عصر تکینگی میشیم و بالاخره اتفاقات مخصوص به خودش. من تصورم این هست که نه، این اتفاق نمیفته، ولی خب من کیم اون در برابر پیش بینی آقای روی گرزوی. یه چیزایی به نظرم میرسه که همچنان ثابت باقی میمونه تا 25 سال دیگه، این که آدم ها از هم میرنجن، آدم ها به هم عشق میورزن، آدم ها افسوس میخورن که چرا بیشتر به هم محبت نکردن، اینها همچنان تا 25 سال آینده باقی میمونه و بعد از اون هم. ولی شکل زندگی حتما عوض میشه، همونطور که شکل زندگی های ما نسبت به 25 سال گذشته خیلی 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 عوض شده. یه خوبی هایی داره، یه بدی هایی داره. خیلی ممنون احسان جان، خیلی مصاحبه خوبی بود. ما هم سیر نمیشیم چون بالاخره مدل صحبت با تو کلی خاطره برامون ایجاد میکنه و
داستان هایی که در واقع تعریف هم میکنی برای من شخصا که جذابه. تو بخش پایانی صحبت میخوام یه چند تا کلمه بگم و به من بگو که این کلمات با یه کلمه جواب بده که چی برای تداعی میکنه و چی جوری میبینیش. نه فقط میخوام چی میده. تو قبل از اینکه اصلا این کلمات رو بپرسم در مورد یوسرن هم یه چند کلمه به من بگو، بعد برم که یوسرن یه کلمه جواب ندی. تو یکی از همراهان خوب ما در شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی یوسرن بودی، توی تاک‌های مختلفی که داشتیم، تو پنل‌هایی که داشتیم همیشه اومدی و هممون استفاده کردیم. اصلا نظرت به این حرکت چیه؟ بازم بدون تعارف و درواسی و آینده‌شو چجوری می‌بینی؟ من خیلی خوشحال میشم وقتی که جمع دوستان یوسرن رو می‌بینم، خودم انرژی می‌گیرم ازشون. دوست دارم پیشنهاد بدم که به علوم انسانی مرتبط با رشته‌های تخصصی، نه فقط خود علوم انسانی صرف و محض، نه علوم انسانی پزشکی، علوم انسانی مهندسی، بیشتر پرداخته بشه. توی یوسر به عنوان یک گروه پیشرو جایی که خیلی جای کار داره در دنیا، داره روش کار میشه، از اون چیزایی که ما بهش نیاز داریم کاملا همونطور که در دنیا داره بهش توجه میشه. فرض کنید فلسفه پزشکی، اخلاق پزشکی، نه این اخلاق پزشکی سه واحدی که میگذرونیم و خیلی هم ظاهرن به کار داره نمیاد و باید تعمیق داده بشه، بلکه مثلا شما فرض کنید ادبیات پزشکی. ما الان فیلم مدیکال فیکشن داریم، داستانهای پزشکی داریم که یه نمونهش مثلا اروین یالوم، آقای روان پزشک، چقدر پورت طرف داره، نشون میده که این جامعه میطلبه اینها رو. و امیدوارم که آقای دکتر نمازی هم شروع کرده آموزش ادبیات پزشکی رو در دانشکده خودمون، امیدوارم این کار فراگیر بشه. اینا ما نیاز داریم بهش دیگه، علوم انسانی رشته‌های تخصصی بین رشته‌ای ها رو. خیلی ممنون. با کلمات بریم. نوروز. پدر بزرگم. عید نوروز. ریشه. هفت سین. بر بچه ها خیلی خوشاینده. عیدی گرفتن. دوست دارم. کووید 19 اذیتمون کرد. کتاب. ذهن زیبا. کتاب باز. دوستان. سروش صحت. دوستان. پرسپولیس. حالمو خوب میکنه. برانکو. اینو بزن یه جمله ای نگم. آقای برانکو دو تا دوره داشت در ایران. دوره اول به شدت آدم سردی بود، خود من علیهش چند بار نوشتم، و در دوره دوم به شدت گرم بود، قلب بزرگی از خودش نشون داد، قلب ماها رو گرم کرد. همیشه به این فکر میکنم که چطور در این دو دوره متفاوت رو آقای برانکو داشت، و نتیجه میگیرم که حتی سنین بالاتر هیچ سنی برای تغییر دیر نیستش. حالا میشه راجبش حرف زد که چطور این مثلا خود پرسپولیس بهش هویتی داد، نمیدونم فلان اینا. هادی نوروزی کاپیتان تیمش مرد و این مرگ رو تبدیل کرد به یک انگیزه، یک کار خیلی مهم، خیلی مهم، راجع این میشه ساعت ها حرف زد. ولی نکته اینه که تغییر در هیچ سنی غیر ممکن نیست، دور از ذهن نیستش. خود آقای برانکو یه مثالش دیگه، وقتی که از اینجا اومد قهرمان جام جهانی بود، تیم سوم جام جهانی رو مربیگری کرده بود، اومد ایران، به شدت همه از دستش عصبانی بودن فلان اینا، و دفعه دوم که برگشت یهو تبدیل شد حداقل بر نیمی از مردم ایران به یک قهرمان، به یک الهام بخش، و دیگران هم دارن بهش احترام میذارن. فکر کنم به کلمه درستی اشاره کردم که این همه حرف داشتیم. علی کریمی. خیلی کلمات زیادی میتونم براش بگم ولی اسطوره میگم. علی انصاریان. از بچه های اعماق، بخشی از جامعه که دیده نمیشه. شاملو. شاعر. استاد شجریان. استاد فرزانگان.
آقا نمیتونم یک کلمه جواب بدم به این دلیل که خب میدونه همسر آقای نیماخان عزیزم، میدونه همسر من هم خودش فرزندگانی بوده مثل خانم دکتر محمودی همسر نیما و هم الان معلم دبیرستان فرزانگانه. برای من خیلی خاطرات خوبی این اسم تداعی میکنه از همسر عزیزم. احسان رضایی، تا حالا 8 نقطه احسان رضایی دیگر رو پیدا کردم. و کلام آخر؟ خداحافظی. آرزویی که برای مردم داری تو سال 1400؟ آرزو میکنم با همدیگه مهربون تر باشیم. خیلی ممنون احسان جان، آرزوی بهترین ها رو دارم تو ایام تعطیلات نوروز. خودت لیلا سالم باشید اول، بعد هم شاد باشید، موفق باشید. آرزوی بهترین ها رو برای خودتون، خانوادتون و مردم ایران دارم. بسیار سپاسگزارم. Thank you.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی پر از لبخند و شادی برای همه ما باشه در کره زمین، حالا که زمین داره از یک نقطه بسیار مهم عبور می‌کنه، نقطه اعتدال بهاری. امیدوارم هممون معتدل باشیم و بتونیم انعطاف پذیر هم باشیم. میگن که قوی ترها میمونن یا منعطفا. جواب ظاهرا در طی تجربه زیست موجودات مختلف کره زمین نشون داده که اونایی که منعطف ترن باقی میمونن. به عبارتی در واقع اون قدرتمندا خیلی خوشحال نباید بشن، چون که اون در واقع منعطفا، اونایی که میتونن سازگار بشن با شرایط پیرامون خودشون، میتونن باقی بمونن. امیدوارم باقی بمونید و منعطف باشین. سپاسگزارم. سیاوش جان، سال نو رو من بهتون تبریک میگم. انشالله که سال بسیار خوبی باشه. شما زحمات زیادی در نشر علم در کشور کشیدید، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. آره، فکر میکنم وقتی فکر میکنم میبینم که بله، دلیلی برای اینکه حال بد داشته باشیم خیلی زیاده، ولی دلیل کافی برای حال خوش هم داریم. امیدوارم این حال خوش برای همه باشه. کلا خودتون آدم خوشحالی میدونین، شده که از ته دل بخندی؟ فراوون، بله، خیلی زیاد. تو یک سال پر از پاندمی کووید 19 باز هم وقایع خوشحال کننده ای داشتین؟ میتونم بگم امسال خیلی بیشتر از سالهای قبل گریه کردم، ولی به معنی این نیستش که شادم نبودم. به همون تناسب سالهای قبل شاد بودم، ولی خب میتونم بگم سهم گریه کردنم هم کم نبوده. خیلی هم گریه کردم، ولی جمع جبریشو که در نظر میگیرم میبینم که آره، چرا حالمون خوب نباشه. چه کارهای نکرده ای دارید که فکر میکنین برای نوروز 1401 باید انجامش بدین؟ وقت‌شناسی. بعد وقت‌شناسی رو توی زندگیم وارد بکنم و منظم تر زندگی بکنم اگه بشه. حستون نسال یوسان چیه؟ یه کاری که مداومه. وقتی که یه کاری مداوم باشه نیاز نیست که یه کار خیلی عجیب و بزرگ باشه. تداوم شرط در واقع بزرگ شدنه. به نظرم تکامل و همه این اتفاقا در گذر زمانه که ایجاد میشه، دفعتا نیستش. و یوسر نشون داده که در مسیر تکامله و مداوم داره پیش میره و خودشو بهتر میکنه. خب چی از این بهتر؟ چند تا کلمه رو میخوام نام ببرم و فقط با یه کلمه برم بگید که چه حسی بهش دارید. آسمان شب. زندگی، بخش مهمی از زندگی. چرخ. مهمترین اختراع بشر شد. چرخ به یک مفهوم دیگر. یه وقتایی هم تو ذوق آدم میزنه دیگه. سیاوش صفاریان پور. تلاش برای کنجکاوی. نوروز. حال تازه. ایران. مریخ. شاید وقتی دیگر. استقامت. استقامت. بازم یاد مریخ میفتن. سال نو رو تبریک میگم. انشالله سال خوبی داشته باشی در کنار برادر محترمتون. متشکر. و خیلی همه ما سپاسگزاریم که انقدر خوب و به زیبایی در خصوص نشر علم تا الان زحمت کشیدید. من ممنون از شما. ادامه میدید. خیلی متشکرم. سال مبارک. تو به من گفتی که یا تو دنیا به تو نزدیکم، تو یه فانوسی که بدون تو همه تاریکم. آدم ها شاید ته تاریکی با تو پیداشن، آدم ها شاید عاشقت باشن. این زندگی رو بگی ما خودت به دریا ببر، پا بند ساحل نشون رو بالمون موجا ببر.
که عاشق بشی، وقتی که دل میبری آرامشو از ما نخواه، با دست زیباتری تو زیر چتر سکوت رفتی و تنها شدی، ما ساده بودیم و منگ تو دیر پیدا شدی. آدم ها شاید ته تاریکی با تو پیدا شد، آدم ها شاید عاشقت باشد. این زندگی رو بگیر، ما خودت به دریا ببر، آبند ساحل نشون رو حال ما جا ببر. باید که عاشق بشی وقتی که دل میبری، آرامشو از ما نخواه، با دست زیباتری تو زیر چتر سکوت رفتی و تنها شدی، ما ساده بود دیم و منگ تا دیر پیدا شدی. باید که عاشق بشی وقتی که دل میبری، آرامشو از ما نخواه، با دست زیباتری تو زیر چتر سکوت رفتی و تنها شدی، ما ساده بودیم و منگ تا دیر پیدا شدی. من برای دکتر شدم، مهندس مکانیک بشم، ماشین درست کنم، تخصص بیماری خودم، زخصایی منم. دکتر میخوام بشم ولی پرستار میگن نشو، کار خوبی نیست، یاد بسته کننده هست و تو چیزا. فوتبال هم میرم، دو شیفته میکنم کارم. من میخواستم پرستار شم ولی نظرم عوض شد، میخوام الان یه مغازه لوازم باید که عاشق بشی وقتی که دل میبری، آرامشو از ما نخواه، با دست زیباتری تو زیر چتر سکوت رفتی و تنها شدی، ما ساده بودیم و منگ تا دیر پیدا شدی. درود بر شما، من شروین وکیلی هستم، خیلی شادمانم که هممون زنده موندیم و انتهای قرن 14 خورشیدی و انتهای دهه آخر این قرن، به نظرم البته روایت درباره شروع قرن متفاوته، اما به نظر من از 1400 شروع میشه قرن و هم داریم قرن جدیدی رو شروع میکنیم، هم سال جدیدی رو و هم دهه جدیدی رو. ایرانی ها قدیم معتقد بودن نوروز صرفاً زنده شدن مجدد طبیعت نیست، بلکه نو شدن هستیه و نو ساختن هستی کاری بود که به انسان نسبت میدادن، به انسان کامل. و امیدوارم همه ما تلاش کنیم برای اینکه کامل باشیم و برای اینکه هستی خودمون رو نو کنیم که الان وقتشه، سر سال، سر ده است و سر قرن. خیلی ممنون شوین جان. شوین جان شما فرد خاصی هستی و فکر میکنم به هر حال از کودکی تا الان همچنان داری میخونی و میآموزی، دو تا نقش رو با هم داری. حس دانشجویی چی جوریه و حس معلمی چی جوریه؟ خب راستش من خودم رو دانشجو میدونم همچنان، یعنی و حس دانشجویی رو بیشتر دوست دارم اگه راستش رو بخوای. خب الان حالا بخوایم حساب کنیم 1172 تا الان میشه 30 سال حدوداً، 28-29 سالی که دارم درس هم میدم و اونم راستش اینا به نظرم خیلی درهم تنیده است، یعنی
اگه آدم دانشجو نباشه به نظرم نمیتونه خوب درس بده و برعکس اگه منتقل نکنه خوب یاد نمیگیره. دوتاش برای من یه چیزه در واقع. برگردیم به همون حدود 30 سال قبل، البته کمتر از 30 سال قبل، زمانی که بله زمانی که بالاخره اوایل دانشجویی بودش، چه کاری دوست داشتی انجام بدی اگه برگردی به اون موقعی که انجامش ندادی، و چه کاری انجام نمیدادی اگر برمیگشتیم به اون موقع؟ خب پیچیده است این سوال، ولی مثلا من فکر میکنم دوره کارشناسیمو بیشتر کش میدادم، آرومتر میخوندم، کلا تحصیل دانشگاهی رو فکر میکنم تونتونت خوندم، رد کردم، فکر میکنم بیشتر تأمل میکردم روش. دیگر این که فکر میکنم مسافرت‌های ماجراجویانه خارج از ایرانم رو زودتر شروع میکردم اگه برمیگشتم. فکر میکنم خب خیلی زیاده، یعنی مثلا خیلی چیزها رو احتمالا زودتر شروع میکردم بخوندن، مقدمه یا چیزهای دیگری بوده که دیرتر خوندمشون. رو هم رفته، ولی اگه بخوام صادق باشم باهات راضی هم از روندی که طی شده. منتها خب آدم وقتی برمیگرده نگاه میکنه کلی چیزها رو میتونی بهینه کنی دیگه. برای جوانایی که تو سن همین 20 تا 25 سال هستن توصیه‌ای داری که؟ این توصیه که فکر میکنم خیلی چیز نیست، چون هر آدمی یه زندگی ویژه خودشو داره میکنه دیگه. منتها یه پیشنهاد دارم، پیشنهادم اینه که ارزشاشونو تو زندگی فکر میکنم هر کی بیاد ارزشای خودشو تعیین کنه، یعنی مشخص کنه که چی میخواد از زندگیش و چک کنه که داره به اون سمت حرکت میکنه یا نه، مستقل از اینکه ارزشای هر کس چیه. و خب اگه حرکت نمی کنیم به اون سمت، هر چی که هست اون ارزش‌ها نیازمند بازبینیه زندگیمون. من چیزی که من زیاد میبینم اینه که آدما یا ارزش‌هاشون رو نمیدونن یا تحمل میکنن که به سمتش حرکت نکنن. پیشنهادی که دارم اینه که تحمل نکنن. شما یه پیشبینی‌هایی هم معمولا واسه آینده میکنی و خیلی هاش هم درست عذاب در میاد، یه تعدادش هم ممکنه درست عذاب در نیاد. قرن 15 چه جوری میبینید و 20 سال دیگه سال 1420 دنیا چه شکلی خواهد بود؟ خب ببین، پیشبینی علمی اگه بخواد باشه یه مشت احتمال و عدد و رقم آخرش. منتها در مورد من ترجیح هم اینه جایی که پیشبینی کنم، سه تا بر مبنای اون پیشبینی هایی که دارم و یه جایی هم میگم سه تا پیشنهاد بدم. یعنی فکر میکنم دنیا داره به سمتی میره که این سه تا کار رو باید کرد. یکی این که پیشنهادم به همه دوستان اینه که معنا رو مهمتر از قدرت بدونن. من فکر میکنم معنا یعنی نرم افزار بر قدرت، یعنی بر سخت افزار غلبه خواهد کرد، همچنان که تا الانش هم داره میکنه. معنا رو جدی بگیرن. معنا چون ملموس نیست معمولا ما نادیدش میگیریم. مثلا مدرک رو از خود خرد مهمتر میدونیم، جایگاه اجتماعی رو، مثلا مقام اجتماعی رو از مهر، رابطه‌ای که با آدم‌ها داریم مهمتر میدونیم. فکر میکنم واژگونش درسته. دومین پیشنهادم اینه که شبکه درست کنید. تک محور بودن رو ول کنید و شبکه رو تاپ بیارید. اینکه بخشی از یک شبکه بزرگتر بودن رو بودن باشید رو تاپ بیارید و فکر میکنم دنیا این شکلیه و به این شکل داره پیش میره. تکگرانگاهی نیستی چی و باید با این روبرو بشین. سومین پیشنهادم اینه که همافزا باشید، دنبال نقاطی بگردید که دیگری هایی هستند که مهر دارید بهشون، مهر دارن بهتون، و اون وقت کارهایی که با هم دیگه میکنه تلفیق میشه و تشدید میشه. همافزا باشید، شبکه‌ای باشید، معنامدار باشید. پیشنهادم این سه. یه سال گذشته کووید 19 زندگی خیلی ها تحت تاثیر قرار داد. میخوام بدونم که چقدر توی فعالیت‌های اجتماعی که انجام میدادی واسه تو هم این واقعه واقعی بوده که زندگی تو تحت تاثیر قرار داده؟ ببین داده طبعا، ولی حالا راستش اگه بخوام بگم خیلی خوش گذشت پارسال به من، حالا برخلاف اون چیزی که خیلی ها ممکنه تجربه کرده باشن. من بیشتر آدم خلوتم، راستش آدم جلوت. البته لذت میبرم از تو کلاس و تو جمع بودن و اینها طبیعتاً، ولی خب سالی گذشته خیلی واقعیتش اینه که من خیلی خوش گذشت، خیلی بازده داشت کارم، خیلی کارهایی که میخواستم بکنم رو وقت میافتاد به دلیل حالا فعالیت اجتماعی رو خیلی بهش رسیدم. برای من راستش خیلی فرخنده و
خجسته بود این و یک سال آینده یعنی در پایان سال 1400 چه کارهایی نکرده ای داری که فکر میکنی اگه انجامش بدی خوشحالت کنه؟ ببین یه تغییر فازی از پارسال در واقع من انجام دادم که فکر میکنم اینو ادامه بدم و بیشتر مبتنی است برای اینکه بیشتر بخونم تا بنویسم محورش در واقع و بیشتر بخونم تا بگم، یعنی کلا یه مقدار در واقع دانشجویی بر معلمی فکر میکنم غلبه کنه. طبیعتاً کوهی از کارهای نکرده آخرش باقی میمونه دیگه، منتها امیدوارم یه چند قدمی هم به سمت اون چیزی که درسته آدم حرکت کنه. پیشبینی من اینه که این تحولاتی که دیدیم در اثر کرونا ادامه پیدا کنه سال آینده، یعنی فکر میکنم خلوته سر جای خودش باشه سال بعد. آرزود واسه مردم ایران؟ خب یه آرزوی بزرگ من دارم برای همه، آزاد بودن، و بر مردم ایران طبیعتاً بیش از همه. چند تا کلمه میخوام بگم، باز با یه کلمه به من جواب بدی ممنون میشم. خوشی، مهر، یوسف، آرمان، زولوان. پیچیده است واقعا. خیشکاری. نوروز، نوسازی. هفت سین، نماد. تاریخ، معنا. کتاب، دوست. خیلی ممنون، متشکرم، سال نو تبریک میگم، ان شاءالله که سال بسیار خوبی داشته باشید. نوروز شادی داشته باشید.